بسم رب الشهداء و الصدقین. سلام و بخش دوم برنامه آخر خط از شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. دو سال از شهادت استاد برهان الدین ربانی می گذرد. مردی سترگ که سرنوشت این ملت را از سر نوشت و مردمان این سرزمین را از زیر یوغ استکبار و کمونیسم رهایی بخشید. در این برنامه به نقش و جایگاه این ابرمرد تاریخ افغانستان در شکل گیری، توسعه، ثبات، پایداری و نیل به اهداف نهضت اسلامی افغانستان می پردازیم. استاد آصف شاداب از اعضای مؤسس و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان مهمان امشب برنامه آخر خط هستند. جناب استاد سلام، بسیار خوش آمدید. جناب استاد، در آغاز میخوام این سوال مطرح کنم که افغانستان در زمان قبل از شکلگیری نهضت اسلامی چی اوضاع و احوال داشت و چی شرایط را تجربه میکرد که نیاز به شکلگیری نهضت اسلامی محسوس بود و احساس میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در گزارش شما آصف شاداب، عنایت الله شاداب، شما سید عنایت الله شاداب، در ارتباط با شکلگیری نهضت اسلامی افغانستان و یکی نهضت اسلامی افغانستان در چه شرایطی به اصطلاح نطفه گذاری شده و شکل گرفته، البته بحث طویل است، منتها به نکات گذرای در این مورد اشاره می شود. او عبارت از است که دهه 30 و 40 تاریخ معاصر افغانستان دهه‌ای است که در اینجا افکار مختلف که تقریبا دوران جنگ سرد هست، در اینجا افکار مختلفی وارد کشور می شود و در رأس افکار اندیشه کمونیسم است و اندیشه سرمایه‌داری هست. این دو اندیشه در استقامت سربازگیری برای گسترش دادن فکر خود و برای از اینکه فکر خود توسط چیگونه عناصر اینها گسترش بتن و استقامت بتن و به پیش ببرن، به این فکر کار میشون. البته پیروهای فکر کمونیسم سری جوان ها کار میکنن، اما گونه که پیروها یا به اصطلاح طرفداران اندیشه سرمایه‌داری و کپیتالیسم این ها عرض میکنن. ولی در اینجا از نگاه موقعیت جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی که افغانستان داره، در اینجا و جنگ هم البته تاریخ شما میفهمین که بین افغانستان از نگاه موقعیت استراتژیکیش به حیث یک خط نقطه میانه است که هر کس میخواهد با استفاده از این موقعیت به اهداف سیاسی خود کار بکنه. و قبلا خوب البته جنگ بین روس و انگلیس بوده و بعد از اینکه سلطه انگلیس در اینجا به اصطلاح رو به زوال می شود، از نگاه یکی شکست می خورد افغانستان ای تو گپا، از او امریکایی ها نظر به رشدی که یا فکر سرمایه داری یا امریکایی ها به اساس اینکه گسترش پیدا می کنند در خاور میانه و بعد از او در جنوب آسیا و در اینجا می خواهند سلطه خود را به آسیای میانه اینها گسترش بدن. خود در این وقت همگی طوری که قبلا اشاره کردم در پی ایستن که طرز فکر خود را برای استفاده و استفاده خود یا برای اینکه چطور بتانن منافع خود مراکز قدرت خود را تحصیب کنن کار شروع می شود. و اتحاد شوروی در اینجا یعنی از نگاه نزدیکیش به این منطقه، از نگاهی که در این منطقه و آسیای میانه را که زیر سلطه خود داره، در حقیقت
به اعتبار به اصطلاح سرحدات جنوبی خود که همیشه به اصطلاح سردمداران کرملین همیشه میگفتند ما دفاع از سرحدات جنوبی خود میکنیم که آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرمزستان اینها هم بگیده. با او اساس در همچنین موقعیتی که این جنگ در افغانستان جنگی سرجریان داره، در حقیقت اینها مبارزه میکنن که کی سلطه ای را پیدا بکنه و کمونیسم در این وقت وارد معرکه در افغانستان میشه. و البته امور رقمی که شما هم شاید آگاهی دارین نقینم، کمونیسم خطی اولیش که چطور خود گسترش به تنفوذ خود در جنگ با سرمایه‌داری از نگاه مبادی فکری خود، او طوری که در کتاب‌های از اینها نوشته هست ایست که باید چطور میتونه ریشه های سرمایه‌داری را قطع بکنه. و در قدم اول امور رقمی که اندیشه کمونیسم است وارد مبارزه بر ضد دین و افکار دینی میشه. و در افغانستان یقینا این مبارزه را از طریق نهادهای مختلفی که مربوط به اونها بوده، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و از طریق پخش جذبه های تبلیغاتی و امثال از گپا که بیشتر او گپا از طریق حزب توده ایران در اینجا توده میشه که حزب توده ایران ارتباط مستقیمی با دستگاه کاجبی و با دستگاه تبلیغاتی و چیزهای اتحاد شوروی داشتن که گپ گپی وسیع هست که به این سوال ما داخل نمیشیم. منتها اینها برای اولین بار خواستن اینها که افکارشان که دین ستیزانه بود این نشون بکنن و در عین حال این فکره چطور میتونن اینها در میان نسل جوان ایره چیز بکنن، از نسل جوان چطور سرمایه گذاره بکنن. و تخته خیزی اولی از اینها مکاتب است و پوهنتون ها است. در اینجا است که اینها وارد کارزاری تبلیغاتی میشون و در حقیقت برای جوان ها اینکه دین و افکار دینی همگیش به اصطلاح دست اینها همگی افکار دوران فیودالیزم هستند، چون اونا تاریخ و چند دوره تقسیم میکنن، دوره کمونی اولی و دوره بردگی و دوره فیودالی و دوره سولیزم و سرمایه داری و بعد از او باز به اصطلاح حکومت جهانی کمونیزم که اونها چیز میکنن. بر مبنای این گپ افغانستان یک جامعه فیودالی میگن و دین و افکار دینی را همگی زاده جامعه فیودالی میگن. این گپ ها که به اینجا تبلیغ میکنن یقینا فرزندهای مسلمان اینجا متوجه از این گپ میشوند. از یک طرف، از یک طرف دیگر فعالیت و به اصطلاح حرکت دین ستیزی کمونیزم در آسیای میانه و او که از طریق مهاجرین ماوراء النهر در افغانستان، این گپ ها همگی منجر به این میشوند که فکری در میان نسل جوان این گپ ها ایجاد شود. و به همین اساس است که این فکر در اینجا به اصطلاح نشأت میکنه و در عین حال ناگفته نمانه. این گپ هم باید ما متوجه باشیم که این افغانستان یعنی زادگاه جمال الدین افغانی در تاریخ معاصر هست و کسی که اولین بار موضوع فکر نهضت اسلامی و فکر قیام اسلام را در برابر اندیشه های کمونیسم سرمایه داری او مطرح میکنه. بنابراین این گپ ما به خاطر ازی میکنم که بس اوقات کسایی که پیروهای افکار چپی هستند اونا حتما نگه پارم بشنان، اونا ایتون میگن که در افغانستان نهضت اسلام یک فکری واردات است و دیگه افکارم آلی خود تبرئه میکنن، یعنی کمونیسم افکاری واردات است و نهضت اسلامی افغانستان هم فکرش افکاری واردات است، یعنی او خود تبرئه میکنن، گویا برای خود به اسلام بار خود کمتر میکنن. به این که در حالی که هیچ وقتی ما گفته نمیتونیم که نهضت اسلامی افغانستان ریشه هاش در خارج باشه، ریشه هاش از تاریخ ملت، از فکری ملت، از علمبردارهای فکری اسلامی در این ملت هست که در دوره های مختلفی
بوده و وجود داشته. با همی اساس ریشه های نهضت اسلامی افغانستان را در این پیش زمین ها باید جستجو بکنیم که اخیرا در دهه 30 و 40 جوانان در مدرسه علوم شرعی پغمان در اونجا به این فکر می شوند و با تبلیغاتی که علی دین ای توگه پا می شوند همگی از یک دسته نفرها که در رأس از اینها مرحوم استاد توانا، مرحوم وفی الله خان شهید و طوری که استاد میگن قاضی هدایت او هم شهید است و خودی استاد اینها و تعداد دیگری را که استاد در بیانات شد میگن اینها جمع میشوند که چطور ما در برابر این همی تو فکر برخواد است. طوری که استاد توانا در یاد داشته های خود میگه او میگه که ما اولین کار برای ازی که ما مقابله کده بتانیم در این جهت ما همی اعتراض های از این حالی و در عین حال ما کوشش کردیم که اول فکر کمونیسم را بشنویم. کتاب های فوربای خود، کتاب های دیگه کسایی که در این مورد نوشته شده از طرف کمونیسم اونها را ما شناختیم و در عین حال اونها افکاری را که مطرح میکردن که مثلا انسان از نسل شادی است، نظری داروینیسم و نظری داروین ما بشناسیم که نظری داروین چی اصولی افکار چی به اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی را اینها رو فهمیم اول خدا اینها به این شکل مجهز کردن. جناب استاد در اون زمان خب به هر حال کمونیست ها آمده بودن با اندیشه های کمونیستی بدون شک یک حاکمیت و استبداد و خفقان هم اونا حاکم کرده بودن به نقاط مختلف افغانستان. این که در فکر استاد و استاد توانا و استاد شهید، شهید صلح و سایر همراهان و رهروان ایشان همین فکر مبارزه با اندیشه های کمونیستی و دین ستیزانه کمونیست ها جریان داشت یک بحث نیک است، ولی سوالی است که در اون زمانی که خفقان شدید حاکم بوده بر جامعه افغانستان استاد شهید و سایر همراهانشان چطور تانستن مبارزه خودشان عملی بسازند در این عرصه؟ البته در آغاز طوری که من اشاره کردم تنها مبارزات فکری بوده. در اون وقت چهره سیاسی فکر او قدر تبلور نداشته که چهره فکری از این تبلور داشته به او اساس. اما بعد از این که تاریخی چه جمعیت هم که نوشته از سال 1336 این در حقیقت به همون دوران های ارتباط میگیره که بعد از این که اینها ای کارهای خود انجام بتن پروفیسر نیازی شهید میاد و باز این تحتی رهبری از این کارها حرکت های مرحله خود را اینها انجام بتن تا که دهه دموکراسی آغاز دهه دموکراسی میاد در اینجا. در این وقت دیگه در دهه دموکراسی احزاب چپی به اصطلاح بیشتر جلوگری دارند اینجا حرکت های چرا حرکت های چپی تقریبا در دوران صدارت سردار داوود و بعد از او دوران های دیگری هم که معیدین داشتند اینها در این دوره رشد و نمو زیادی دارند و در این دوره دیگه آزادی نسبی برای همگی وجود داره و از با استفاده از این گپ موضوع جوانهای مسلمان مطرح میشه. همین یعنی خود نهضت اسلامی چقدر نقش داشته در ایجاد ای آزادی حرکت ها؟ البته ایجاد ای آزادی حرکت ها در اون وقت بنیان دموکراسی حوادث زمان و چیز تاریخی و به اصطلاح چیز منجر به این شده که سلطنت را وادار به این بسازه که از حکومت خود جدا بکنه. در دهه دموکراسی یعنی سلطنت با این که دکتر یوسف را به جای داوود خان به حیث صدی اعظم تعیین میکنه در حقیقت سلطنت از حکومت جدا میشه و این زمینه را به این برابر میشه که باید یک نوع آزادی هایی در اینجا در این عرصه به وجود بیاید. از این آزادی ها نهضت اسلامی افغانستان هم استفاده میکنه و ما در چیزی که نوشته کردیم البته در جای یکی مرحله کودکی نهضت اسلامی افغانستان است، یکی مرحله درخششی از او هست. مرحله درخششی از او اواسط دهه 40 هست، اواسط و اواخر دهه 40 است که در این دوره دوره اولی که ما اشخاصی که نام بردم اینها کار میکنند و در این دوره اکثرا در دوره درخشش استاد شهید میروان با قاهره در اونجا برای تحصیل دوره ماستری خود و استاد توانا هم برای دکتری خود میروه
و تعداد دیگر هم. در این دوره تعداد جوانهای دیگری که با اینها ارتباط داشتند، مثلا استاد حسین خیل و اکثر کسای دیگر، ولی یک تعداد کسایی که محصل هستند در این دوره، در این دوره مثلا عبدالرحیم نیازی و انجیر احمد شو احمدزی که هست در اینجا و انجیر حکمتیار، انجیر سیف الدین نصرتیار و عبدالقادری توانا، سید عبدالرحمن شهید، تعدادی از این چهره ها، از این چهره ها اینها هستند که اینها مرحله درخششی نهضت را در شکل جوانهای مسلمان، به نام جوانهای مسلمان، اینها به اصطلاح کار و مبارزه را برامی اندازند، در مبارزات شرکت میکنند، در اتحادیه های محصلین شرکت میکنند و در اینجا کاندید ها دارند و در اتحادیه محصلین در مرحله اول، در اولی اتحادیه محصلین تعدادشان کمتر است و در چیز تعدادشان زیادتر میشوه، از 8 به 27 میرسه، بود در مرحله سوم از 27 به 37 میرسه، که در اینجا کلن یه قدرت ها اینها جوانای مسلمان بادست میگن. شما در مورد ایجاد نهضت اسلامی اشاره داشتین که استاد شهید، استاد توانا و سایر افرادی که در کنار ایشان بودن در مدرسه شرعیه پغمان حضور داشتن و گفته میشه که در زمانی بوده که ایشان در دانشگاه محصول مشغول تحصیل بودن و تدریس، امی که این حرکت بزرگ از دانشگاه آغاز میشه خودش چی پیام میتونه داشته باشه؟ البته این که حرکت از دانشگاه میشه به خاطر است که همگی کس ها چی در مرحله طفولیت نهضت، کودکی نهضت، چی در مرحله اصطلاح درخشش نهضت که دهه چل هستک و در تمام این دوره ها مرکز خیزش ها را در حقیقت پوهنتون ها و مکاتب تشکیل می داده. یعنی این یک حرکتی نیست که از به اصطلاح از میان دوائر دولتی آغاز شده باشه، ولی خب مکاتب و پانتون هم زیر اثر نبودن. زیر اثر یقینا، زیر چی؟ زیر اثر دولت یقینا، این ها مراکزی تحصیلی که زیر اشراف دولت بودن. اما نکته مهم ایست که طوری که من قبلا اشاره کردم با استفاده از آزادی هایی که در قانون اساسی دهه دموکراسی بوده و در این دوره همه که آزاد بوده، آزادی اجتماعات بوده، آزادی به اصطلاح راهپیمایی ها و اعتصابات بوده، تمام این گپای بوده که این کارها را نهضت، نقشی فعال نهضت اسلامی افغانستان در این راستا در عرصه گسترش فکر اسلامی، فکر اسلامی که نهضت اسلامی در حقیقت تمثیل کننده از این بوده، این دارا بوده و این را حرکت داده. خود استاد شهید به طور مشخص چی نقش داشتن در شکل گیری نهضت اسلامی افغانستان و اما دورانی که شما عنوان دوران درخشش نهضت یاد میکنین؟ البته طوری که در آغاز گفتم نقشی استاد و کسای دیگری را که من نام گرفتم در اوجا نقششون امی بوده که اینها در حقیقت امی هسته را بنیانگذاری میکنن. در دوران درخشش نهضت بعد از اینکه استاد شهید در سال چلو آخرهای 47 که از چیز از مصر که برمیگردن، در این وقت است که یعنی مرحله درخشش است که در شکل جوانهای مسلمان در اینجا، چون نام استاد از طریق نوشته هاش، از طریق کارهایی که قبلا کرده و در این حال کسایی که در اینجا داشتن، استاد نیازی شهید که به حیث مرشدی نهضت بوده، اینها وقتی که استاد میه در حقیقت یک نام آشنا هستک با همه کسا، با مجردی که استاد میآید همه برادرهایی که در اونجا در عرصه جوانهای مسلمان کار میکنن تماس خود با استاد برقرار میکنن، رفت آمد هست، دید و وادید هست و در عین حال این از طریق کنفرانس ها، از طریق نوشته ها و از طریق مخصوصا نمده ترین چیزی که هست در اون وقت کاری که شروع شده در سالهای 49 تا 50 و اینجا موضوعی در چوکات پوهنزه شرعیات، موضوعی نشری مجله شرعیات است که در اونجا استاد ربانی مدیری مسئولی این نشری است و در اونجا یکی گپ و گپ دیگری ای که استاد شهید در سال 50 یا 51 موضوعی
چیز را تفسیری سید قطب شهید جلد او چیز پاره اولی از او را ترجمه میکنه و این ترجمه ازی در درخشش چهره استاد به حیث چیز نهضت بسیار نقش عمده را بازی کرده، مخصوصا مقالاتی که در اینجا اینا نشر کرده نشر شده است در این مجله، اینا همگی باعث به این میشود که استاد به حیث یک چهره مطرح در میان نهضت مطرح شود و به همین کار بوده که وقتی که همگی به اصطلاح رهروانی یا اشخاص مؤثر یا چهره های مؤثر در نهضت در چی در جوانان مسلمان با همه چیزها وقتی که قرار به این می شود که باید حالا جوانان مسلمان و در چوکات یک تنظیم سیاسی که چهره های شاخص در اینجا وجود داشته باشه و رهبری بکنه یه چیز شود با همه منجر می شود که باید در سال 52 همه جوانان مسلمان و ناموش به نام جمعیت اسلامی افغانستان چیز می شود تغییر نفس یعنی به نام جمعیت اسلامی افغانستان تغییر می شود و استاد ربانی هم به حیث رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در او وقت و استاد عبدالرب رسول سیاف استاد سیاف به حیث معاونی جمعیت و اینجر حبیب الرحمن شهید هم به حیث منشی جمعیت می شود و اینجا دیگه یکی چرا استاد در اینجا رسید؟ در حقیقت در اثر پشتکار استاد، در اثر نوشته های استاد، در اثر یکی چطو در میان مردم به حیث یک چهره شناخته شده معرفی شده و این در حقیقت پیشنهاد همگی چهره های شاخصی است که در جوانان مسلمان اونها بودن، چه عبدالرحیم نیازی شهید، عبدالرحیم نیازی و چی دیگر شهدا اینجا حبیب الرحمن شهید و عبدالقادر توانای شهید و امثال از کسایی که در این چیز تاریخ نوشته میکن نامه های از وره، اینها همگی به اساس پیشنهاد دادن مولای حبیب الرحمن شهید و دیگر شخصیت هایی که نامه هایشان زیاد هستند، اینها همگی به اساس پیشنهاد همگی استاد در رأس حرکت، یعنی وقتی که جوان های مسلمان به نام جمعیت اسلامی افغانستان نامگذاری بشه همگی با موافقه از اینا استاد به حیث رهبر جمعیت معرفی شده. سپاس. بینندگان گرامی پس از این مقطع کوتاه باز خواهیم گشت. به ادامه برنامه خوش آمدید. در خدمت استاد سید عنایت الله شاداب از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان قرار داریم. استاد شما اشاره داشتین به ای به دهه دموکراسی و ای که فرصت ها مساعدتر شد برای جریان ها و حرکاتی که در داخل افغانستان حضور داشتن تا بتوانن بهتر و بیشتر مردم را با افکار و ایده های خودشان آشنا بسازند. ولی در مورد نهضت اسلامی افغانستان به طور مشخص این سوال مطرح است که چی عوامل و زمینه هایی فرصت مهیا ساخت برای معرفی واقعی جمعیت نهضت اسلامی افغانستان به مردم؟ در ارتباط به اینکه نهضت اسلامی افغانستان چطور ریشه هاش در میان مردم عمق پیدا کرد و گسترش پیدا کرد، طوری که من در آغاز صحبت خود اشاره کردم، احزابی که در او وقت مطرح بودن چی احزابی چپی در چوکاتی خلق و پرچم و احزابی به تعبیری چیزها راستی هایی که در او وقت تعدادی از اونها به نام حزبی البته چی مساوات کی مرحوم میوانوال یا شهید میوانوال بود یا احزاب دیگری که در او وقت وجود یا وحدتی که مربوط به استاد خلیلی بود به نام وحدت ملی بود یا احزاب دیگری که در او وقت وجود داشتن چه چپی و چه راستی که به اصطلاح سیاسی که در او وقت مطرح بوده، در او وقت از احزاب چپی حرکت هایی سر زد که ای در حقیقت مردم را متوجه از این کارا ساخت.
به صورت مثال عموما طوری که گفتم این حرکت ها از مراکز علمی و اکادمی پوهنتونی آغاز شد. در او وقت حرکت های چپی حرکت های ضد دینی از اونها، مثلا به صورت مثال در جراید پرچم در او وقت درود به لینین گفته شد. امی وابسته های احزاب چپی در شکل در چوکات محصلین مثلا قرآن را از لیلی پوهنتون انداختن و فیلم بی خدایی که در پوهنتون پولیتکنیک در اونجا ارائه شد، اینا همگی توجه مردم را به اینها چلب کرد، به این حرکت ها که این حرکت ها چی میخواهند با این کارهای خود، به جای از اینکه درد مردم را وانمود کنن، به جای از این اصلا کاری از اینها یعنی استقامت کارشان در این که همگی کسایی که وابسته به دین هستند اینها را اهانت میکنند. افکار دینی را طوری که مارکس میگفت که اینها تریاک ملت هاست، اینها هم عین گپ را در اینجا چیز کردند. یک بخش گپ این کارهایی که اینا شد و از بخش دیگر در ناآگاه در خودی یعنی فکر مردم هم حوادث آسیای میانه در فکر مردم وجود داشته که چطور حرکت های دینی را و شخصیت های دینی را به اینها به اصطلاح سرکوب کردن، اونا مهاجر شدن. اینا همگی به این شد که وقتی که نهضت اسلامی افغانستان در چوکات تجمعات و مظاهرات و امثال اینا که تبرد کردن، اینها جای خود چون اینها به اصطلاح امو به اصطلاح شاهرگی مردم را به حرکت آوردن کوی بارت از دنگرایی مردم افغانستان بود. به این واسطه نهضت اسلامی افغانستان چون زمینه و ریشش در میان در عقاید و در باورهای مردم وجود داشت و مجردی که اینها صدای خود را بلند کردن، این به اصطلاح مردم از اینها پشتیبانی کردن و اندیشه های نهضت جای گرفت در میان، اندیشه های نهضت دیگه جای گرفت. و در این به صورت نمونه ما براتون بگم، وقتی که اعتصابات در پوانتون شروع شد در سالهای 48 در این وقتها، در اینجا دوران حکومت اعتمادی بود. حکومت اعتمادی لیلیه چرا؟ یاشه لیلیه را قطع کرد، یاشه لیلیه را قطع کرد، یعنی به این خاطر که وقتی که نارا قطع بکنیم محصلین مجبور میشن یا اعتصاب چیز کنن یا به اصطلاح اعتصاب میشکنن. در این وقت جوانان مسلمان چیکار کردن؟ جوانان مسلمان به ابتکار اینجر حبیب رحمانی شهید گفتن ما میریم برای مساجد، برای مساجد میریم، در اونجا وضع توضیح میکنیم و برای از مردم کمک میخواییم. مثلا عذاب شفی رفتن به مسجد برای خود شرم بدانست، اما عذاب اسلامی چی؟ نهضت اسلامی افغانستان از طریق کادر رهبریش جوانای مسلمان در او وقت رفتن به مساجد، از مردم از محصلی از مردم کمک خواستن و پول فراوانی شدن و همین واسطه تانستن یاشه محصلی این را تامین بکنن. و این مثلا در میان یکی این باعث به این شد که محصلین توجهشان به نهضت اسلامی و به جوانهای مسلمان شد، از طرف دیگر این باعث به این شد چرا در مساجد که می رفتن وضع افغانستان را تحلیل بکردن و افغانستان به چرا می روه. مردم هم یعنی افغانستان بودگی داشتن، این باعث به این شد که مردم همه یه متوجه نهضت اسلامی شوند و اساس این که اینها در حقیقت زمینه رشدشان در میان مردم وجود داشتند و مجرد دیگر مردم همه گی متوجه از اینها شدن و او بناوه و کارهایی که عذاب چپی طوری که قبلا اشاره کردم با درود گفتن بلین و انداختن اقرار کریم و حتی در جریده اصلاح او وقت در حکومت اهانت هایی که نسبت پیغمبر صورت گرفته بود، همه گی اینها منجر به این شد که نهضت اسلامی افغانستان زمینه رشد و گسترش خود در میان مردم پیدا بود. خب نهضت اسلامی افغانستان به واقع در برابر یک اندیشه حاکم برخواسته بود. حکام و زمامداران وقت حکومت افغانستان چی برخورده داشتن با سران نهضت اسلامی و چطور با اینا رویه میکردن؟ البته برخورد حکومت
حساسیتش. با مجردی که حرکت ها و اعتصابات شروع می شد، از یک طرف کسهای را که اونا می شناختن که حرکت ای یعنی برخی استادها، از جمله مثلا یک دفعه احضار کرده تمام استادای پوانده شریعت ها، چرا می گفتن که همه گی عزی جایی نجات میکنن. یک تعداد از محصلین سرشناس را اینها بندی کردن، از جمله مثلا اینجن حیل رمان شهید بندی شد، اینجن سیف الدین بندی شد برای چند وقت، و اینجن حکمتیار را بندی کردن، انجینر حیل رحمان شهید را بندی کردن، و تعداد دیگر ها را بندی کردن. اینها را همه گیرا با حوادثی که در لغمان صورت گرفته، با جنگ هایی که در پوانتون صورت گرفته، اینها را از یک طرف اینها را به اصطلاح محبوس ساختن و زندان ساختن یک طرف، از طرف دیگر تعداد استاد های شریعت از جمله استاد شهید نیازی را، استاد ربانی را، استاد سیاف و تعداد استاد های دیگر اینجا شخصا که در وقت صدارت مرحوم شفیق که صدر اعظم بود و او خواست با استاد نیازی با تمام این کارها همگی مربوط به شما است و این کار اگر چی نمیکن ما با شما برخورد قاطعانه میکنیم. در اونجا این کارهایی بوده که با اینها برخوردهایی کرده، ولی اینها با استفاده از آزادی هایی که در قانون اساسی او وقت داده شده بود، با استفاده از او طوری که عذاب چپی حرکت های را برآمدن، مثلا تظاهرات به این شکل در آغاز بسیار زیاد تجمعات که جوانای مسلمان چیز میکردن محدود بود، با مجرد ای که اینها در مساجد رفتن و با منطقی که نشأت میگرفت، اون منطق هم بر مبنای تعلیمات دینی، از یک طرف حکومت چهره جوان عمود میکردن که چرا مثلا خدماتی چرا برای مردم نمیکنن، از یک طرف و کارهای ضد اسلامی که مثلا منظور میشه حکومت، و از طرف دیگر ای عذاب چپی را چهره هاشان مثلا افشا میکردن. این منجر به این شد که در ابتدا در پارک زرندگان جاهای عمده را عذاب چپی میگرفتن، اما با گسترش نهضت اسلامی افغانستان جاهای عمده را عذاب چی نهضت اسلامی گرفت و اینها از مرکزیت پارک زندگار به گوشه ها رفتن. این چیزهایی بود که دستاوردهایی بود که نهضت اسلامی افغانستان به دست آورده بود. خودم این برخورد و سرکوبی که شما اشاره داشتین که در مقابله با اعضای نهضت اسلامی افغانستان صورت می گرفت، تا چه اندازه موجب قدرتگیری روزافزون نهضت اسلامی شد؟ یعنی که کسایی که در جوانان مسلمان چوکات نهضت اسلامی افغانستان، اینها از نگاهی منطقی قوی که اینها مثلا عموما عذاب چپی بر مبنای اصول ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم، این پنج اصل که اینها داشتن، این در مبارزاتی که در مشاجره و مناقشه های فکری که در لیله او وقت میشد، کسایی که در او وقت عالی زنده هستن برخی ها میفهمیدن که در لیله پوانتون چی شد. فقط مثلا از جمله گپایی که من به صورت چیز گپ بزنم که چی چیزا باعث به این شد که نهضت اسلامی افغانستان در میان طبقه نسل جوان ریشه پیدا کنه. در اتحادیه محصلین برای اولین بار که تشکیل شد در ادیتور پوانتون، 8 نفر از برادرهای مربوط به نهضت اسلامی افغانستان در اینجا کامیاب شدند. از جمله اینجر سیف الدین بود، اینجر حکمتیار بود، و عبدالرحمن شهید، سید عبدالرحمن شهید بود، حمزه شهید بود، سامی شهید بود، عبدالمقتدر یکی از برادر که او زنده است که او وجود داشت. در اینجا 8 نفر در اینجا اولین مشاجره ای که در اونجا شد، در اساسنامه ای که برای اتحادیه ساخته بودند، مشاجره ای که چند روز دوام کرد که آیا بسم الله در اینجا باشه یا نباشه، تبادل افکار و منطق گویی و ای تو گپا، همگی از یک طرف قوت استدلالی به اصطلاح علم بردارای نهضت اسلامی افغان در چوکات جوانان مسلمان، قدرت استدلالی از اینا را، از یک طرف چهره به اصطلاح احزاب چپی را اونند که اینا در برابر بسم الله چرا عکس العمل نشون میده که بسم الله باشه یا نه. این منجر به این شد که باید ریشه های به اصطلاح نهضت از طریق موجه گیری جوانان مسلمان در
میان نسل جوان و در میان مردم گسترش پیدا بکنه. و می واسطه به این شد که باید پایه های دامنه نهضت اسلامی افغانستان در مراکز علمی گسترش پیدا بکنه. و این واسطه به این شد که دامنه نهضت اسلامی افغان گسترش پیدا کنه و سربازها کسایی که شامل در چوکات نهضت در چوکات جوانان مسلمان شوند این بیشتر گسترش پیدا بکنه و بیشتر شد. جناب استاد، شما اشاره داشتین به اینکه نهضت اسلامی تغییر نام داد به جمعیت اسلامی افغانستان و استاد شهید پروفسور برهان الدین ربانی رهبری جمعیت اسلامی را طبق همون آداب و رسومی که سایر بزرگان نهضت اسلامی رعایت کردن، استاد شهید رهبری جمعیت اسلامی را بر عهده گرفتن و ایشان در واقع میشه بگیم که تعیین شدن از سوی سایر اعضای نهضت به عنوان رهبر جمعیت اسلامی افغانستان. جدا از مقالات و کارکردهایی که ایشان داشتن، به لحاظ شخصیتی استاد از چی ویژگی هایی برخوردار بودن که همگان ملزم می ساختن و تعیین برای تعیین ایشان به عنوان رهبر جمعیت اسلامی افغانستان؟ اساسا یک گفرما در ارتباط با تذکر بتم چیزی که یاد داشته های ما هستک. یکی از اجتماعات در پلیتخنیک کابل از طرف جوان های مسلمان تعزیز شد برای از اینکه برای جوان ها یک رهبری ساخته شد. در اون وقت اکثرا اجتماعات را هم در لیلی مرکزی می شد هم در پلیتخنیک. قرار به این شد که باید یک اجتماع در پلیتخنیک و تعداد از شما در حدود 200 و چند نفر در اون اجتماع رفتن. ما خدا بخش عبدالرحیم نیازی را او مرا چیز کرد که بیایی که میریم پلیتخنیک در اونجا برادر آجام هستن. هر دیم با اونی در اون وقت موتری تو گفا نبودک. از ملیلی مرکزی حرکت کردیم رفتیم طرفی پانزه پلیتخنیک. کسایی که در اونجا منده هستن از جمله اجر دین اقبال در وقت که حالا هست در اینجا زنده هست و تعدادی از کسایی دیگه هم که حالی چرا اگه برنامه را مشاهده کنن در اونجا در حدودی 260 نفر یا بیشتر یا کمتر همه جمع شدن. یک اعتراف برای گفت من سر نکته من سری عزیز تا که عزیز ما امروی عبدالرحیم نیازی تا پلیتخنیک پیاده حرکت کردیم. بعد از شام حرکت کردیم و رفتیم در مسیر را او برای ما ای گفت تذکر داد و گفت که همین کسایی که مثلا عرض طول دارن نام های کلان از استاد یک تیاد استاد دارن نام گرفتک. البته اشاره از او برای استاد وفی الله خان سمیه بود که او هم از جمله اشخاصی مفکر در نهضت اسلامی افغان طوری که در آغاز گفتم که در آغازی که هستگذاری این حرکت بوده او یک از جمله شخصیت ها بوده. او به این شکل که گفت که ما اکثر با همین برادرهای بزرگ چی بشه بین رهبری همینه. چرا؟ ما هرچی که هستیم جوان ها هستیم بگه پی ما کم مردم توجه میکنه بخاطر از اینکه ریشه های نهضت در میان مردم گفتاری که باید چهره های شاخص وجود داشته باشن. او میگفت که ما با همه گی از اینا که بریم اونا شانه خالی میکنه دیگه. یکانه کسی که آمادگی همی کار و پشتی کار داره استاد ربانیستک. یعنی یکانه کسی که با آدم بچی کنیم. او در حقیقت یعنی گفتی ما در اینجا به این بود که چی باعث به این شد که استاد به حیثی به اصطلاح رهبری همین نهضت در چوکات جمعیت واقع شد. در حقیقت چند گپ. یکی قلم توانا و نوشته های استاد که در میان همه محصلین پخش بوده، بخصوص ترجمه جزء اولی زلال قرآن شهید سید قطب به نام در سایه های قرآن کریم شد و در عین حال نوشته های استاد در مجله شریعت و در مجله های در او وقت به نام الفلاح و پیام حق در اونجا بوده. این گپ ها و در این حال پشتکاری استاد همگی منجر به این شد که تشاهمو اجتماعی که در خانه استاد شهید صورت گرفته تقریبا 13-14 نفر بودن. یکی از استادا که شاد نبگفته استاد عبدالرسول سیاب که من پیشنهاد کردم استاد پیشنهاد کردن که رهبری همی چیره استاد قرار بگیره و همگی همه میره تایید کردن. هیچ گپ مخالف دهی نبوده، وجود نداشت، هیچ وجود نداشته. همین با همین اساس ای شد که و در اون مجلس هم استاد با وصف که استاد به حیثی مرشدی چیز استاد نیازی بودن و
من در اون مجلس استاد شهید گفتن که البته تعداد شخصیت های دیگر هستن که در خیلی دیگری هستن که نام استاد نیازی را در اونجا استاد در اون مجلس استاد شهید گرفتن. یعنی در اون وقت بر اساس این معیارها استاد به حیثی رهبری نهضت اسلامی خان در چوکات جمعیت اسلامی بعد از اینکه نام نهضت به جمعیت تبدیل شد، در اون وقت استاد به حیثی رهبر تعیین شد. سپاسگزار. بینندگان گرامی این وقفه کوتاه را نیز تماشا کنید. سلام مجدد، با تشکر از اینکه تاکنون با ما همراه هستید. جناب استاد شاداب، شهید صلح استاد برهان الدین ربانی بدون شک از بزرگترین متفکران قرن بیستم در جهان اسلام بودند، ولی سفری که ایشان به مصر داشتن برای تحصیلات عالی و طی کردن دوره ماستری چقدر باعث شد، چقدر در شکل گیری شخصیت استاد به عنوان یک راهنما و رهبر نقش داشت؟ البته در ارتباط به یکی استاد در مصر چه کاری کردن و چقدر با تجاربی نهضت جهانی اسلام که رهبری از او و اخوان المسلمین در قرن بیست یعنی اصطلاح و حیث یک تنظیم مادر چیز بوده، در این ارتباط چند گپای مقدماتی یکی ایست که برای اولین بار وقتی که از گذاری نهضت اسلامی افغانستان در چوکاتی در دهه‌ی در اواسط دهه‌ی سی می شود، در اون وقت اولین تجربه که میاره در اونجا استاد شهید غلام محمد نیازی میاره در اینجا که آشنایی و گپا را تعدادی را آشنایی گپا می سازه. اما وقتی که استاد شهید به اونجا می روند در حقیقت جنبش اسلامی که به اخوان که به حیث مادر شد در اونجا هم البته اوات تجارب جدیدی را در ارتباط به موضع گیری ها و در اونجا دارن با خود و استاد هم در اثر تماس خود با برخی از چهرهای شاخصی در اون وقتی در حرکت اسلام یا در جنبش اسلامی جهانی وجود داشته آشنایی پیدا می کنند و نحوه برخورد با مشکلات و چلنج هایی که در او وقت در برابر اسلام داره و همون نظر اعتدالگرانه که اسلام چیز نهضت جهانی اسلام در برابر قضایای عصر در او وقت داره، با همگی از اینها استاد آشنایی مکمل چه میکنه و در اونجا در حقیقت عین تجارب را انتقال میده استاد با افغانستان و با افغانستان هم که میاد در اینجا البته وضع جدیدی هست در افغانستان. اما طوری که قبل اشاره کردم افغانستان در اواخر در دهه دموکراسی قرار داره و در اونجا آزادی های هست و از آزادی ها استفاده میشه و در برخورد با چلنج هایی هم که قرار داره استاد اما حد اعتدال که هم تجاربی جنبش های اسلامی و وقت هست و در عین حال با فکر اعتدالی را که در حقیقت از عمق اندیشه های اسلامی و اصطلاح امو حرکت اعتدالی است او را در تمام مراحل زندگی خود، زندگی سیاسی خود و زندگی دعوتگرانه خود این خط را تعقیب میکنه و این واقعا استاد را در تمام موضع گیری هاش چی در داخل افغانستان در دوران اوائلی به اصطلاح مرحله درخششی نهضت و ای که نهضت به پختگی میرسه و چی در دوران هجرت در برخورد با قضایای افغانستان و در دوران جهاد مسلحانه در همه ای دوره ها تجارب که استاد از اونجا میگیره در تمام این عرصه ها برای استاد یک چهره شاخصی را نسبت به سایر به همه رهبرهای در عرصه جهاد افغانستان این چهره را استاد داره و این چهره به حیث علامت مميزه چهره استاد در عرصه دعوت و دعوتگری و در عرصه مبارزه و جهاد مسلحانه و چه در عرصه مقاومت در همه عرصه ها این از این
استفاده بکنه استاد. جدا از رهبری و زعامت استاد، در دو دوره جهاد و مقاومت استاد شهید در دوره جدید، دوره که رئیس جمهور کرزی قدرت از دست گرفتن، یک حرکت بزرگ و تاریخی انجام داد، حرکتی که تا قبل از این هیچ کس در تاریخ افغانستان انجام نداده بود و او تحویل قدرت به رئیس جمهور کرزی بود به گونه کابل در دوستانه، گویی که اصلا قدرت هیچ معنایی بر استاد شهید نداشت. واقعا چطور شد که استاد شهید با او متانت برخورد کردن در مقابل این قضیه؟ البته این هم یکی از جمله افتخاراتی استاد و در این حال جمعیت اسلامی افغانستان هست که استاد حالا میفهمیم که مثلا طوری که دیروز استاد سیاف هم در گپای خود اشاره کرده که یعنی استاد یکی که